بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی جعفر الباقر علیه الصلاه و السلام اوحى الله تعالی الی آدم علیه السلام: یا آدم، انی اجمع لک الخیر کله فی اربع کلمات، فواحدت لی و واحدت لک و واحدت فی ما بینی و بینک و واحدت فی ما بینک و بین الناس. بهترین ذکرها و بهترین دعاها و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر: صلوات بر محمد و آل محمد. تعبیرهای بسیار زیبا و بلندی برای ذکر شریف صلوات در روایات ما وارد شده. یکی از اون تعبیرها اینه که ذکر شریف صلوات عالم بعد از دنیا را نورانی خواهد کرد، هم عالم برزخ، هم قیامت، هم بهشت. در عالم آخرت هر کس نور داره، در روایت داریم، تو آتش نمیفته. اونجا معیارش نور ایمانه. من کان معه نورون لم یدخل النار. هر کس نور داره تو نار، تو آتش جهنم نمیره. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود: الصلاة علیه نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنه. هم این ذکر عالم برزخ رو نورانی میکنه، هم موقع عبور از پل صراط انسان نورانی میشه، تو آتش نمیفته، و هم در بهشت نورانی خواهد بود. اگر کسی میخواد هم در بهشت و قیامت و عالم قبر و برزخ نورانی باشه، در این دنیا چراغ آخرت رو روشن کنه با صلوات بر محمد و آل محمد. امام محمد باقر علیه السلام فرمود، خدای متعال وحی فرمود به حضرت آدم علی نبی ناب آلی و علیه السلام که: ای آدم، من همه خوبی ها، همه خیرها رو تو چهار جمله، تو چهار کلمه برای جمع کردم. اینطور روایات ما کمتر داریم، هم تعبیر بلندیه. اولا این فرمایش از امام باقر علیه السلام که شکافنده علوم و معارف و حقایق نقل شده، حدیث قدسیست. امام باقر علیه السلام از خدای متعال نقل میکنه که خدای متعال در الهامها و وحیایی که فرمود به حضرت آدم علیه السلام، یکیش این بوده: اوحى الله تعالی الی آدم. معلم و اون که درس میده خدا، و متعلم اونی که یاد میگیره و فرا میگیره، حضرت آدم پدر بزرگ همه ماست. انشالله صورتن و سیرتن فرزند آدم علیه السلام باشیم. بعضیا صورتن فرزند آدمن، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام: صورته صورت انسان و قلبه قلب حیوان. در نهج البلاغه است. بعضیا صورت ظاهری انسان دو پا هست، ولی رذائلی که داره، درندگی هایی که داره، خلق و خوی تند و بدی که داره، حسادت ها و زشتی هایی که در درونشه که اونها در روز قیامت بروز و ظهور میکنه، میفرماد قلب و جانش مثل یه حیوانه. خدا اون روز پیش نیاره و انشالله کسی اینطور نباشه، ولی ما که ظاهرمون لباس آدمیت و انسانیت برمون هست، انشالله باطنمون هم همین جور باشه، فرزند آدم باشیم باطنن و ظاهرن. حالا این روایت زیبا که همه خوبی ها رو خدای متعال به حضرت آدم علیه السلام پدر بزرگ ما میفرماد که من همه خوبی ها رو تو چهار جمله، چهار کلمه برات جمع کردم.
خیلی تعبیر قشنگه، انی اجمع لکل خیر کله. خدا میفرماده، یعنی بالاتر از خدا نداریم چیزی بخواد درس بده، اونم به حضرت آدم فرمود ای آدم من تمام خوبی ها را کله برات جمع کردن تو چهار کلمه فشرده. اون چهار کلمه یکیش مال منه، مربوط به خدا میشه، یک کلمه مربوط به شخص شماست، بنده خدا، یک کلمش ارتباط با تو با من، رابطه عبد و خداست، یکیشم رابطه تو و دیگر انسانها، افرادی که شبیه شما هستن و هم مثل شما هستن. واقعش هم خارج حساب بکنید غیر از این چهار چیز ما دیگه نداریم. یه چیزاییست مربوط به خود خداست، اختصاص به خدا داره، ما بعد اون حرمت ها رو نگه داریم. یه چیزی مربوط به شخص ماست، وظیفه ما چیه، احکامی که رو شخص ما بار میشه. یه چیزاییست رابطه ما و خدا که ما باید با خدا چیکار بکنیم، خدا با ما چیکار بکنه. چهارم هم رابطه ما و دیگر انسان ها، با پدر و مادر، با همسر، با اولاد، با ارباب رجوع، با مشتری، با بالاترا، با پایینترا، با دیگران چه رفتاری داشته باشیم. واقعا حدیث زیبا و جامعیه، تمام روابط اجتماعی و روابط بین ما و خدا تو این چهار کلمه است. خب حالا هر چقدر فرصت باشه این چهار کلمه رو باز بکنیم. انی اجمع لکل خیر کله فی اربع کلمات، تو چهار کلمه، یکیش مال منه، یکیش مال توه، یکیش بین من و توه، یکیش بین تو و خلقه. اما التی لی، اونی که مخصوص من خداست، فقط مال منه و من این رو میخوام از خلق، اون چیه؟ فرمود ان تعبدنی ولا تشرک بی شیئا. خدای مهربان میفرم اونی که من خواستم هست، مخصوص منه، از شما میخوام اینه که فقط و فقط منو پرستش و بندگی بکنید، کنار من شریک نگذارید. حالا شرک در الوهیت که بعضیا بگن کنار این خدا، نعوذ بالله، خدای دیگه ای هست که اون شرک اصلی هست، که اگر کسی این اعتقاد رو داشته باشه اصلا کافر میشه، مشرک میشه، نجس میشه. مرحله پایین تر این که انسان مشکلاتشو از غیر خدا بخواد، در خانه غیر خدا رو بزنه، دست به غیر خدا به احتیاج و گدایی دراز بکنه، خدا را در عبادتش شریک، غیر دیگران رو در عبادتش شریک بکنه، بگه من این کار میکنم ریا، یا خدا هم امر کرده اما بذار بقیه هم ببینم ما هم به یه نوایی برسیم، این شرک در عبادته. همه اینا نهی شده، البته مراتب داره. خدا میفرماد که اونی که من میخوام اینه که فقط منو پرستش بکنید. ما در نماز امام زمان سلام الله علیه به ما نفرمودن بسم الله را صد بار بگو، مهمترین آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیمه، نفرمودن الحمدلله رب العالمین صد بار بگو، اهدنا الصراط المستقیم صد بار بگو، نه، از همه این آیات سوره مبارکه حمد اونی که برای ما مهمه باید در یک نماز که مربوط به امام زمان سلام الله علیه هست 200 بار در هر رکعتی 100 بار با توجه تکرار بکنیم، وسط حمد ایاک نعبد، این همون چیزی که خدا میخواد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، هی به خودمون تلقین کنیم خدایا من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو پرستش میکنم، خدای من فقط و فقط از تو کمک میخوام، تو یار من باش، تو کمک من باش، بقیه محتاجن، درماندن، دست خالین، کسی ندارن، چیزی ندارن، هیچی ندارن. ایاک نعبد، آیه مبارکه اواخر سوره یونس علیه السلام، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذن من الظالمين. خدای مهربان میفرماید غیر منو نخوان، سراغ غیر من نرو که نه نفعی برات داره نه ضرری. اگر شما در خانه غیر من رفتی، خدا میفرماید تو ظالمی،
تو در حق خدا ظلم کردی. بالاترین حق و حق ما آخه یک بزرگی کلام خیلی زیبایی داره، میفرماد که الان تا اسم ظلم میاد میگیم آقا مال کسی رو بخوره ظالمه، تو گوش کسی بزنه ظالمه، حقی رو پامال بکنه، مال کسی رو بلند کنه ظالمه، قطعا ظلم. اما بالاترین ظلم ها ظلم در حق خداست. کی از خدا بیشتر گردن ما حق داره؟ من اگر حق خدا رو زیر پا گذاشتم به مراتب از ظلم به بنده خدا بالاتره. خدا میگه این کارو بکن، میگم مقابل خدا میستم، میگم نمیکنم، برخلاف فرمان تو حرکت میکن. این خیلی ظلم بزرگیه. خدا میگه منو بخوان، منو صدا بزن، چرا در خانه این اون میری؟ به قول حافظ، بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. مگر خدا میفرماد من تو رو تأمین نمی کنم. ما این همه آیات و روایات داریم، خدا میگه من همه گناه رو میامرزم ولی شرک رو نمیامرزم، این یکی رو بهش گیر میدم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. گناه شرک بد، ان الشرک لظلم عظیم، آیه قرآن سوره مبارک لقمان. شریک کنار خدا قرار دادن ظلم بزرگه. عرض کردم ظلم به یه مورچه حرامه، ظلم به یه حیوان حرامه، به یه انسان حرامه، همینطور مراتب میره بالا. ظلم به خدا بالاترین ظلم هاست. این روایت زیبایی حضرت مریم علی نبی نام بالی و الاسلام، خب از دم روح القدس حضرت عیسی روح الله درش به وجود آمد، پدر نداشت. وقتی که حامل شد تو بیت المقدس خادم مسجد بود، وقف مسجد بود، ولی خدا گفت برو بیرون، اینجا جای زایدن نیست. آمد بیرون بیت المقدس زیر نخل خرما. خب چون زاو بود کسی نداشت، این شاخه های خرما در روایت داریم خم میشد نزدیک او و این خرماها رو میچید و میل میکرد، قوت جسمانی بود براش. بعد روایت داریم وقتی که عیسی روح الله متولد شد، با اینکه بعد از زایمانن خانوما ضعف شدید دارن، مشکلاتشون شاید بیشتر بشه، دید هرچی نگاه کرد دید شاخها پایین نمیاد، درخت خرما هم مشکل، خرماها بالاست. عرض کرد بار پروردگارا وقتی که من مشکلم کمتر بود این شاخها میامد پایین، ولی الان خطاب شد ای مریم اون موقع دلت شیشتون فقط با ما بود، اما الان یه مقدارش رفته پلو این بچه. یعنی هم میگی خدا هم میگی این. حالا باید خودت بری بالا زحمت بکشی. یک کمی کنارش یکی دیگه هم اومده پیدا شده. محبت فقط مال خدا، عشق مال خدا، عبادت فقط مال خدا، تکیهگاه فقط خدا، خواسته و دعا و نیایش فقط از خدا. چرا در خانه این اون دست دراز بکنیم آبرومونو بدیم؟ چرا خدایی که میفرماد اگه همه عالم جمع بشن از من چیز بخوان و همه خواسته هاشونو بدم ذره ای از خزائن من کم نمیشه، چرا در خانه این خدا نمیریم؟ در خانه خلق دست گدایی دراز میکنیم، یا بهمون نمیدن یا ردمون میکنن یا منت میگذارن یا بعد درخواست چند برابر از ما دارن. من فکر نمی کنم خیلی ما بنده خالص کم داریم که کسی خدمت بکنه بدون چشم داشت. حتما بدان بعد توقع داره، انتظار داره، پول و قرضی نوعا. اون عارف بزرگ داشت گوش میداد با شاگرداش، دید که این خانم میگه که هر بلایی به سر من بیار ای مرد، ولی این یکی خط قرمز منه، کنار من فقط هوو نیار. میگن این عارف نعره ای زد از حال رفت. شاگردا به هوشش آوردن، گفتن این خانم حالش بده، شما چرا حالت بد شد؟ گفت من این آیه هایی که میخوندم خدا میگه کنار من شریک نگذارید، من اینو نمیامرزم، شرک، حالا فهمیدم، حالا فهمیدم. یک دل یک دلبر میخواد، یک محبوب میخواد، لا شریک له. ما در تشهد نماز باید واجبه بگیم لا شریک له، برای خدا شریک قائل نشیم. خاطره دیگه، استاد بزرگواری داشتیم، روح همه گذشتگان، امام، شهدا، حقداران، روح
امامزادگانی که در جوارشون هستیم شاد بکنید با صلوات بر محمد و آل محمد. استاد بزرگواری داشتیم مرحوم شد، ایشون می‌فرمودن که یک موقعی این که خدا میگه چرا در خانه غیر منو میزنی، من نمیامرزم، این یکی رو نمیبخشم، بهت گیر میدم، متوجه نمیشدم. یک بار بچه کوچیکی تو خونه داشتیم، بچه مثلا 4-5 ساله، دیدم که این خیلی تنقلات میاره تو خانه. حالا ما گاهی پول تو جیبی بهش میدیم، مثلا 200 تومن 500 تومن، مبلغ کمی، ولی این تنقلاتی که میاره راست 2-3 هزار تومنه، یه روز هم نیست، چند روز ادامه پیدا کردیم، میره همش پفک میخره، بستن میخره، کیف مادرش رو دست دراز میکنه، جای دیگه از جیب باباشه، از کجا میاره این پولا؟ یک غیر مستقیم یه مقداری تحت نظر رو گرفتیم، یه چند روزی مواظب بودیم. نه، پولای ما هم کم نمیشه، جیبای ما رو نمیزنه، از کجا میاره؟ سرنخی پیدا کردیم. حالا مادرش، بچه‌ها از زیر زبانش در آوردن. سرنخ اینجا پیدا شد که یک آدم محترمی آمده منزل ما، مهمان ما شده. موقعی که این مهمان دم در خروجی منزل داشته میرفته، دست کرده تو جیبش 1000 تومن عیدی، گفتیم بچه حاج آقاست، این عیدی بهش داده. خب این بچه حاج آقا خورده، به قول ما چشت خور شده، بد هوا شده. معلوم شده که مهمان هم قابلیت این کار رو دارن که غیر بابا ما یکی دیگه هم داریم که خرجی ما رو بده، یه کاره برای ما بکنه. این بد هوا شده، مهمانهای دیگه که می آمدن اگه عقلشون می رسید که عیدی بدن که فبه ها، اگه نه این تو دنبال کوچه راشون می افتاد، دنبالشون می کرد، یاد بگیر گدایی رو می آمد، می گفت من بچه فلانی هستم، رد کن بیاد. آج آقا 1000 تومن، 2000 تومن التماس می کرده از مهمانهای بیچاره. حالا اون یه اشتباه یا کار خوبی کرده، 1000 تومن پول عیدی به این بچه داده، این دیگه بد هوا شده. مهمانای دیگه هم، عموی، دایی، رفیقی می آمده، ردش می داده تو کوچه، گفت گدایی رو از دست نده که محتاج میشی. بیا درستش کن. خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. بچه آدم بره در خانه همسایه، خانم شما بیاد در سر محله به یه شوهر من خرجی منه نمیده، به داد من برسید، من دارم بیچاره میشم. ایوه الناس کمک کنید، من بچه فلانی هم، من دختر فلانی هم، من پسر فلانی هم. کارهایی که بچه ها خیلی دوست دارن، شاد میشن، عیدی دادن در عید قدیر 100 هزار برابره. اطعام دادن در عید قدیر، نمیتونی مسجد حسینی اطعام بدی؟ به داماد خودت، عروس خودت، نوه‌های خودت، بچه های خودت 5 نفر 10 نفر سفره بندازید. کسی در روز عید قدیر فرمود یک مؤمن رو طعام بده، ثواب این رو داره که 124 هزار پیغمبر رو به خونش دعوت کرد. فرمود یک مؤمن اینقدر ثواب. اگه فرمود جمعی از بستگان و مؤمنین رو هم، اون چه خواهد شد؟ مرحوم آیت الله قاضی، استاد آیت الله بهجت، علامه طباطبایی، فقر شدید داشتن، ولی عید قدیر غرز میکردن. خیلی عجیبه، قربانی عید قربان هم این روایت داریم، آمد پرسید آقا این همه قربانی کردن سفارش شده ما پول، فرمود برو غرز کن. در هر صورت عید نوروز دیدید گاهی بچه ها بی هوا هم، فکرشون آزاده، ولی یک مهمان میاد یه پول به این بچه میده، دیگه هر مهمانی که زنگ میزنه در میزنه، این بچه میاد زانو میزنه میشینه، این بنده خدا دست تو جیب میکنه میخواد مثلا دستمال کاغذی بیره بینیشو بگیره، فکر میکنه میخواد پول بهش بده، حواسش پرت میشه. متوجه؟ این استاد بزرگوار ما فرمود این بچه بد هوا شد، بد هوا شد، یک نفر پول بهش داده این حالش بد شده، دیگه رد مهمانا. فرمودن میدونی به سر من چی آمد؟ من آبرومند، بچه‌م تو کوچه از مهمان‌ها آبرو، من میگه مثلا بابا به من خرجی نمیده، برام کیف نمیخره، تنقلات، پول تو جیبی نمیده، یا الله رد کن بیاد. اینقدر بر آدم عزیز و آبرومند این سنگینه. یاد این روایتای افتادم که خدا میگه چرا در خانه غیر منو میزنی؟ چرا؟ چرا؟ این ظلمه به خداست، این ظلمه به خداست.
خدا فرمود عرضم رو خورده خورده جمع کنم، خیلی این قسمت اول رو طولش دادیم. فرمود ای آدم همه خوبی ها رو تو چهار کلمه برات جمع میکنن، اولیش مخصوص منه، فقط منو پرستش کن، فقط حرف منو گوش بده، فقط بنده من باش، بند بکسل باش و آزاده ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، در بند هرچه هستی بنده آنی. بنده یعنی بند خدا باشه، بند کسی دیگه نباشه. خانم میگه برای من ماهواره بگی، چشم، من ببر جهنم، چشم، برای من فلان کار حرام، چشم، ربا و نزول، تو پس بنده اون خانمی، بنده دنیایی. بند کی هستیم؟ بند خدا باشه. ان تعبدنی، کنار خدا شریک نگذاری. دوم، مخصوص خودته. اون چیه؟ اجازی که به عملک احوج ما تکونو الی. فرمود ای آدم بدان هر عملی که خوب یا بد انجام میدی مزدش کف دستته. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. حرف خوب میزنی ثواب، حرف بد میزنی برات گناه مینویسه. بنده الان تو این بلنگو هر چی بگم، آیه قرآن بخونم، آیه قرآن جواب میاد، حرف زشت بزن، حرف زشت برمیگرده. این جهان کوه هست و مقابل کوه رفتی خلوت بوده، هر حرفی که میزنی میره به طرف کوه برمیگرده به طرف خودت. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. کاش این آیه رو یکم باور میکردیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خیر دیگران رو بخوای، خدا هم برات خیر میبره. چرا برای ضرر دیگران راضی میشی؟ خب نباید راضی بشی، نباید راضی بشی به خیر دیگران. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خیر و شر به خودمون برمیگرده. حضرت امیر اسلام نقل شده فرمود من تا حالا به کسی خوبی نکردم، بدی هم نکردم. آقا اینم خوبی کرد، من به خودم کردم. ان احسنتم، آیه قرآن، احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. پس کلمه دوم این رو باور کنیم، هر عملی، هر کاری بازگشتش به خود ماست. هر عملی عکس العمل داره، هر تابی بازتاب داره، هر کنشی واکنش داره، مستقیم به خود ما سرایت میکنه. سوم، یه چیزی هم از ای آدم بین من و تو، خدا رحمت کنه استادمون مرحوم آقای دولاب این سومی رو روش خیلی مانور میداد. میگفت چقدر این حدیث قشنگه، چقدر این تیکه چقدر قشنگه. چیه؟ خدا میفهمه یه چیزی هم بین من و توه، بین من و تو. چیه؟ فعلیک الدعا و علی الاجابه. جای دیگه نرو، تو فقط از من گدایی کن، التماس کن، منم در خزانه برود باز میکنم. از خدا بخوا، دعا بر شما هست، دعا بکنی، گدایی بکنی، هر چی میتونی، هر چی میتونی. پیغمبر دعا بوده، حضرت ابراهیم دعا بوده، حضرت امیر اواه دعا، همش نیایش، همش گدایی. این دعاها رو ببینید. الهی و ربی من لی غیرک، خدای جز تو من کسی رو کسی رو ندارم. هر چی هست در خانه تو، دنیا میخوای، آخرت میخوای، شما بچهاتو حفظ میکنی، شما خودتو حفظ میکنی، همه عالم جمع بشن. اگر خدا نخواد موسی کلیم الله علیه السلام، فرعون و همه مملکت بسیج شدن این بچه دنیا نیاد، و اگرم دنیا آمد خودش مادرش از بین ببرن. خدای متعال بچه رو روی دریا آب رود نیل حفظ کرد، تو دامن فرعون، سفره فرعون بزرگش کرد. خیلی عجیبه. این درس نیست برای ما؟ این همه داستانای قرآنی. دعا اجابت، ادعونی است. البته دعا شرایطی داره، شرایطش عمل بکن، نگو چرا مستجاب نمیشه. ما اینقدر روایت داریم هیچ دعایی رو خدا بی پاسخ نمیگذاره. منتها گاهی صلاح نیست عین اون خواسته،
معادل او بلا بر می داره، معادل او ثواب میده، معادل او درجه میده، معادل او عمل خیر تو نام عمل شما می نویسه. اصلا آقا دعا هیچ خاصیت نداشته باشه، من میشینم با خدا صحبت میکنم، یعنی میتونی روش قیمت بگذاری. من به جای اینکه غیبت کنم، تهمت بزنم، حرفای بیخودی بزنم، یا بشینم با خلق خدا حرف روزمره بزنم، خب این زبان من اینجا بسته میشه، عمر من تلف نمیشه، میام میگم یا رب یا رب یا الله یا الله یا الله. شما دنبال حاجت میگردی بازن؟ بعضیا معذرت میخوام از این تعبیر، عقلشون پاره سنگ برمیداره. مرحوم آقای دولابی میفرمودن بعد از نماز مغرب یا نماز صبح 7 بار بگو یا قاضی الحاجات، بس تعدل یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات، قشنگ دلت با خدا ربط پیدا کنه، دیگه روت میشه بگی خدا حاجت به من بده. کسی که دلش با خدا ربط پیدا کرده، با خدا آشنا شده، بازم پررویی. مثل بعضیا که میمدن خدمت امام، بعد به امام میگفت تو جیبت یه چیزی در بیار بده. بابا امام، تو خود امام ول کرده، جیب امام میخوای؟ حواست نیست چی کار داری میکنی؟ چیزی بالاتر از این اجابت هست که ما با خدا صحبت میکنیم، زیر هر یا رب به تو لبیک ماست. این دعا و سوز و زارید پیک ماست. اگه من تو رو نمیخواستم که حال دعا بهت نمیدادم، سحر تو رو بیدار نمیکردن، دعای عرفه موفقت نمیکردن، دعای کمل موفق. پس تو رو دوست داشتم، از دنیا بریدم با من صحبت بکنی. خیلی قش خدا میگه فقط تو اصرار دعا بکن در من اجابت، یا دنیا یا آخرت. این دعا مثل پیامک یا تلفنی که میزنیم، این میره، منتها وقت جوابش که هر وقت وقت اصلا جواب نده، ما دیگه از این بالاتر که نداریم. عرض کردم اصلا حرف بالا آخر رو میزنیم، اصلا خدا میگه من جوابتو نمیدم. باشه، من دوست دارد یار این آشفتگی، خدا این یارب یارب رو دوست داره. ما در خانه دیگه نرفتیم، در خانه غریبه نرفتیم، در خانه او رو داریم میزنیم. یارب یارب میگیم، یا الله یا الله میگیم، علیک الدعا و علی الاجابه. اینم سومی که رابطه یک کلمه بین من و توست، تو فقط دعا کن اجابت با من، در وقتش خواهم داد. چهارم هم خیلی مهمه. آقا چه کار کنیم همه قائله ها بخوابه؟ بعضی خبرها دل و جگر آدم از جا میکنه. توی یه مملکت اعلام بکنن 5 میلیون یا 7 میلیون در سال پرونده قضاییه، خیلی اینا فاجعه است دا. خیلی فاجعه است، خودمون به رو خودمون نمیاریم، ولی خیلی فاجعه است. حتما بدان خیلی خانواده ها، خیلی افرادی که با همسایه یا افراد بدبستون دارن، معامله دارن، معاشرت دارن، کارشون به دادگاه نرسیده. خیلی زن و شوهرها میگن ما رومون نمیشه بریم دادگاه شکایت بکنیم، یا دیگه این برادر ما مال ما رو خورده، اصلا من خجالت میکشم برم دادگاه پرونده برای برادرم، برای همسایم. از اینا ما چقدر داریم؟ از اینا حتما 3-4 برابر شاید باشه اگه رنگ بیشتر. اینطوری ما زیاد داریم تو جمع آبرومندا، متدینا، روشون نمیشه برن دادگاه شکایت بکنن. آخه من از برادرم برم شکایت بکنم؟ حاضرم بمیرم ولی این کار رو طرح نکنم. حالا اونایی که به این حد میرسی که میرن شکایت میکنن 5 میلیون یا 7 میلیون آماری که دادن قوه قضاییه. خب اگر هر پرونده‌ای 3 نفر یا 4 نفر درگیر باشن، این 5 میلیون میشه 15 میلیون، میشه 20 میلیون. چه خبره؟ چه خبره؟ چرا این همه دعوا میشه؟ چرا این همه پرونده تشکیل میشه؟ به خاطر اینکه حدیث آخری که دارم عرض میکنم عمل نمیکنی. فرمود ای آدم، چارمیش اینه، بین تو و خلق هر چی که برای خودت میخوایی برای دیگرانم بخوا. تو دوست داری مال تو ببرن؟ هیچ کس دوست نداره، پس مال مردم رو نبر. تو دوست داری جنسی گرون چند برابر بهت بدن؟ چطور دارو برای دیگران نبود شما خوشحال شدی، پس برای تو هم نباید باشه دیگه؟ پس برای دیگران نباید خوشحال بشی، برای خودت هم نباید خوشحال بشی؟ به سر خودت میاد. از خودت شروع کن. شما دوست داری حرف زشت به تو بزنن؟ پس نزن. شما دوست داری آبرو تو ببرن؟ پس آبرو دیگران نبر. ما همش برای خودمون میخواییم، به فکر دیگران نیستیم. این اول و آخر مشکل بشریت اینه. باور کنید تمام مسائل روابط اجتماعی با همین جمله حل میشه. شما که میری عروس بگیری،
همش به فکر بچت نباش که بچه من خب اونم خوشبخت بشه، منفعت اون رو هم در نظر بگیر. میگه نه بچه من خوشبخت بشه، حالا اون هر چی شد شد، منفعت بچه‌شو در نظر، منفعت اون رو در نظر نمیگیره. داماد میخواد بگیره، منفعت دخترشو در نظر میگیره، منفعت داماد اونم به جوانی به سعادتی برسه، به کمال برسه. یه زن و شوهر زوج جوان میخوام با هم زندگی مشترک رو شروع بکنن، این جوان بگه که انشالله این دختر سعادتمند، این دختر خوشبخت بشه، به کمال برسه، من میخوام خیر به این برسنم. اونم بگه من میخوام خیر به این برسنم. ببین چقدر شیرین میشه، چقدر گذشت میاد. خیر دیگران رو بخوایم، همش منفعت خودمون رو در نظر بگیریم، دست یه زمین خوردن هم برداریم بلند کنیم، به فکر دیگران باشیم. فرمود چهارمین کلمه ان تحب لغیرک ما تحب لنفسک. هر چی که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخوای، هر چی هم برای خودت نمیخوای برای دیگران نخوای. عرضم تمام. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم.